نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز سهشنبه اول ربیع سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست با اشاره به آیه 32 سوره نساء در فضیلت و مزیتی که خدای متعال بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو و توقع بیجا نکنید که هر یک از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره من شوند و هرچه می خواهید از فضل خدا درخواست کنید نه از خلق که خدا به همه چیز داناست فرمودند انسان چه در مسائل مادی و چه در مسائل معنوی باید معتقد باشد که هر آنچه که دارد تفضل خداست که به او اهدا شده است گونه که اصل خلقت و عقل هدیه خدا به انسان هاست و هر فضیلتی که اکتسابی است و به او داده نشده قابل جبران است معظم الله با اشاره به نسبی بودن فضائل فرمودند گاه در روایات میبینیم صدقه از افضل اعمال شمرده شده و بعضا نیکی به پدر و مادر به عنوان افضل اعمال معرفی شده است که این یکی از موارد بلاغت است و مفهوم نسبی از آن برداشت می شود مثلا در روایت داریم که امیر افضل خلق هستند و این دلالت بر افضل بودن امیر نسبت به پیامبر اکرم ندارد بلکه به معنای افضل بودن نسبت به سایر انسان ها غیر از پیامبر است لذا در این گونه موارد در آیات قرآن و روایات باید به مناسبت حکم و موضوع و قرائن خارجی برای مفهوم واقعی این دسته از فضائل توجه کرد ایشان با اشاره به روایاتی در مورد ابتر شدن اعمال فرمودند در جای دیگر آمده هر کاری که با نام خدا شروع نشود ابتر است و در جای دیگر آمده هر کاری که با حمد خدا آغاز نشود ابتر است که همه اینها از موارد بلاغت است و به آن اضافه میگویند و هم در آیات قرآن و هم روایات متعارف است و هم در سخنان ما نیز وجود دارد مثلا وقتی می خواهیم بگوییم شخصی آدم خوبی است میگوییم این آدم از همه بهتر است و این بدان معنا نیست که حتی از پیامبران و معصومین هم بهتر است چرا که قصد ما از گفتن از این جمله این نبوده که افزل بودن این شخص را بر همه افراد بشر را بیان کنیم لذا این گونه موارد در آیات و روایات که مفهوم بالنسبه و بل اضافه دارد هم در افزل بودن و هم در حصر کاربرد دارد و به عنوان مطلق بودن نیست و از قرائن کشف می شود با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم تساوي المجاهد افضل من القائد يعني إذا زيد وعامر اثنان احدهما مجاهد احدهما قاعد وكلاهما من كل الجهات متساوون المجاهد افضل اما اذا المجاهد افضل من جهه وهذا لانه عالم افضل من جهات عديده ما يخالف أي. على كل تز انتز... هو يعني هذا من جهة المجاهد له فضيلة والعالم من جهة أخرى له فضيلة أكثر أقوى إذا قالوا هذا أفضل من هذا في... لازم تساوي يكون في كل الجهات هذا وجه أفضلية أكوله أما إذا هذا من جهة أفضل ذاك من جهة أخرى أفضل عز ربما ذاك يكون فضيلة وأكثر كالعالم